الان امروز طرز تهیه یک پای میوه خیلی خیلی خوشمزه داریم. این پای میوه در عین سادگی یک پای خیلی لوکسی محسوب میشه. دستور اصلی از کتاب چری کیسه آکادمی انتخاب شده. شما این پای رو میتونید با هر میوه درستش کنید، مثل سیب، گلابی یا انواع بری ها میتونید این پای خوشمزه رو درست کنید. این پای بافتی بین کیک و پای رو داره و خیلی راحت درست میشه و شما میتونید این پای رو با هر میوه یخ زده و یا تازه درستش کنید. فقط نکته اصلی این هستش که اگه میوه شما آبدار هستش، مثل تمش یا شاتوت، باید میوه رو بریزید توی آبکش یا الک، زیرشم یه ظرف مثل یه کاسه خود قرار بدید که آب اضافی اون خارج بشه، وگرنه پای شما حالت خمیری پیدا خواهد کرد. توی دستور اصلی این پای از 200 گرم پودر بادام استفاده شده بود. شما میتونید از هر نوع مغزیات دلخواه خودتون هم استفاده کنید، ولی چون 200 گرم پودر بادام به نظر خودم خیلی زیاد بود، من اومدم یه اصلاحیه توی دستور اصلی انجام دادم. به جای 200 گرم پودر بادام از 100 گرم پودر بادام استفاده کردم و به جای اون 100 گرم من از آرد شیرینی‌پزی استفاده کردم و یه تغییرم که این حالت دادم توی دستور اصلی، چون 4 گرم بیکینگ پودر بود، من چون دستور عوض کرده بودم و آرد اضافه کردم 12 گرم بیکینگ پودر اضافه کردم و از خودشونم که سوال کردم که اگه من بخوام ناتشو یا هم مغزجاتشو کمتر کنم چه چیزی جایگزین میتونم استفاده کنم، گفته بودن نشاسته ذرت استفاده کنید، ولی وقتی نشاسته ذرت جایگزین استفاده میکردم، موقع خوردن یه حالت خفگی به آدم دست میداد. من اومدم یه تغییری که دادم، اومدم به جای 100 گرم آرد 75 گرم آرد و 25 گرم نشاسته ذرت استفاده کردم، ولی بگیم پودرم همون 12 گرم بودش. ولی شما اگر 200 گرم پودر مغزجات استفاده کردید، همون دستور اصلی خودش که 4 گرم بگیم پودر هستش استفاده بکنید. من برای درست کردن این پای کیک از گیلاس تازه استفاده کردم، از گیلاس یخ زدم میتونید استفاده کنید، ولی کمپوت استفاده نکنید. من سایز گیلاسی که استفاده کردم متوسط بود، بهتره که از گیلاسی سایز ریز و متوسط استفاده کنید، ولی اگه گیلاس شما سایزش درشت بود، میتونید بعد اینکه هستاش دروردید اونو نصفش کنید. من برای درآوردن هسته گیلاسا از یه سنجافتار خیلی معمولی مثل اونی که توی فیلم نمایش داده میشه استفاده کردم. شما حتی میتونید گیلاس بین دو تا انگشت دست خودتون یه فشار آروم بهش بدید و هستش رو در بیارید. گیلاسایی که اینجوری هستش رو درآوردن میتونید فریز کنید، بعضی هم به اندازه یه قاشق غذاخوری شکر برای یک کیلو گیلاس هسته درآورده شده استفاده میکنن، یعنی یه قاشق غذاخوری شکر رو با یک کیلو گیلاس هسته درآورده شده یا هر نوع میوه‌ای که میخوام فریز کنن مخلوط میکنن و توی کیسه فریزر میذارن و میذارنش توی یخچال توی فریزر و این میوه فریز شده رو تا 3 ماه میتونید در یخچال نگهداری بکنید. حالا گیلاس های هسته درآورده شده رو توی یه الک یا آبکش میریزید و حدود 1 تا 2 ساعت توی یخچال یا دمای مبید اگه خیلی گرم نیستش قرار میدید
تا آب اضافی اون خارج بشه. اگه میوه شما یخ زده بود، باز هم باید این کار انجام بدید. این شکر هستش، یه لیمو رو پوستش رو میگیریم و روی شکر میریزیم و با دستمون اونقدر پوست لیموی رنده شده و شکر رو ماساژ میدیم که کامل این شکر حالت خیسی پیدا بکنه و کنار میذاریم. حالا میایم مواد خشکی که داریم با هم مخلوط میکنیم، علکش میکنیم و کناری میزنیم. مواد خشکمون عبارتند از آرد، آرد شیرپذی منظورم هستش، نشاسته ذرت، آرد برنج، بیکینگ پودر، وانیل و نمک هستش. اینا رو با هم مخلوط میکنیم، علکشون میکنیم و کناری میذاریم. بعد از اینکه کار علک کردنمون تموم شد، پودر مغزیجات آسیاب کردیم رو بهش اضافه میکنیم و با آرد مخلوطش میکنیم در اون حدی که هیچ گوله ای از پودر مغزیجات تو آرد دیده نشه. اگه تکیه های درشت مغزیجات توی پودر مغزیجاتی که آسیاب کردیم وجود داشتش برمیداریم با چاقو خوردش میکنیم، ولی اگه ریز بود هیچ مسئله نیستش. من اینجا از پودر بادام کامل و با پوست استفاده کردم. شما میتونید پوست بادامتون رو بگیرید و بعد آسیابش کنید یا خلال بادام آسیاب کنید استفاده کنید. و اینکه میتونید حتی توی فر 170 درجه سانتیگراد حدود تقریبی 7 تا 10 دقیقه بادوماتون رو تف بدید، یعنی توستش کنید و بعد بذارید خنک بشه و پودر کنید که اون موقع عطر بیشتری توی پایتون حس خواهید کرد. حالا میام که کاسه جداگونه
اون شکری که با پوست لیمو رنده شده ماساژش داده بودیم اضافه میکنیم و تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و بالیسک همش میزنیم. بالیسک یا همزن دست هیچ فرقی نمیکنه. در حدی موادمون رو با همزن دستی هم میزنیم که هیچ اثری از دونه‌های شکر توی مخلوط تخم مرغ نبینیم و تخم مرغای ما مسالت لختگی در بیاد. خیلی نیاز نیستش که همش بزنیم، بود یه دقیقه با همزن دستی بزنیم کافی هستش. بعد این تخم مرغ شکر هم زده شده رو با مواد خشک آردیمون که قبلا علک کرده بودیم و با پودر مغز جندل خام و مخلوط کرده بودیم مخلوطش میکنیم. حالا اینم با لیسک یا همزن دستی مواد رو با هم مخلوط میکنیم. در حدی مواد رو مخلوط میکنیم که هیچ اثری از آرد توی موادمون نبینیم. کره رو در مایکروفر آبش کنید. دمای کره باید 50 درجه سانتیگراد باشه، یا اینکه به روش بماری روی اجاق آبش کنید یا همینجوری برید تو شیر جوش و با دمای کم، یعنی با حرارت خیلی کم و اجاق کره رو آبش کنید و کره گرم شده رو به تدریج به مخلوط پای اضافه کنید و در حین اضافه کردن به طور مداوم با لیسک مخلوطش کنید تا هیچ اثری از کره توی مخلوط دیده نشد. من اینجا دوغ کررم اضافه کردم، یه بوی خوش به پای میده. اگه شما دوست نداشتید میتونید دوغ کرر بگیرید و کنار بذارید و استفاده نکنید. بعد از اینکه کره رو با مایه کیک مخلوط کردیم و کار مخلوط کردن کره تموم شد، مایه رو کنار میذاریم و میایم اون گیلاسای که گذاشتیم آب اضافیش رفته با آرد برنج مخلوطش میکنیم. ما توی این دستور دو تا آرد برنج داریم که توی توضیحات دیسکریپشن اندازه آرد برنج رو برای شما نوشتم. کل گیلاسامونو با اون آرد برنج دوی که داریم، یعنی مقدار دوی که داریم مخلوط میکنیم تا کامل گیلاسامون با آرد برنج پوشش داده بشه. حالا نصف این گیلاسایی که با آرد برنج مخلوط شده رو با مایه کیک هم مخلوط میکنم و کنار میذارم و
ولی شما میتونید همه اون گیلاس هایی که به آرد برنج مخلوط شده رو به مایتون اضافه کنید، ولی خب من روشم این هستش که نصف میوه که دارم که اینجا گیلاس هستش با مایه کیک مخلوط میکنم و نصف مایه کیک هم توی قالب میریزم، بعد یه مقدار از گیلاس هم که مونده روی مایه کیک میپاشم، بعد باقی مانده گیلاس رو با باقی مانده مایه کیک مخلوط میکنم و چند تا از این گیلاس ها رو تو مرحله آخر روی کیک میریزم و میذارم توی فر. من برای این مایه کیک از یه قالب 20 سانتی متری استفاده کردم که کف و دیوارهاش رو خوب با کره نرم شده چرب کردم و کفش هم یه کاغذ روغنی انداختم. روی کاغذ روغنی هم بهتره که یه کاغذ روغنی شما از نوع خوب نیستش یکم باز چرب بکنید. حالا میبینید که نصف مایه کیک همو توی قالب ریختم، همون مایه پای منظورم هستش، بعد یه مقدار از این گیلاس ها رو روی این پای میچینم، بعد با مقداری از اون گیلاس های باقی مانده رو دوباره با مایه کیک مخلوطش میکنم. مانده مایه کیک هم که مونده بود، همون پایم که مونده بود، با یه مقدار از این گیلاس ها مخلوطش میکنم و روی اون مایه که به قالب ریختم اضافه میکنم. این کار باعث میشه که اون میوه که شما به مایه کیک اضافه کردید موقع پختن پای یا کیک شما توی قالب، یعنی کف قالب نره و تهنشین نشه. حالا باقی مانده های گیلاس همون روی مایه کیک قرار میدیم، یک کوچولو هم فشار میدیم که داخل مایه فرو بره و موقع پخت از کیک بیرون نزنه و رو هوا نمونه به قول مرد. بعدش موقعی که میخوام بذاریم داخل فر، یکم پرک بادوم یا خلال بادوم روی مایه کیک رو میپاشیم و میذاریم فر که بپزه. البته خودش کامل روی این مایه کیک رو با پرک بادوم پوشونده بود یا با بادوم ها نصف شده، ولی نیازی نیستش. یعنی این حجم از پرک بادوم توی روی این کیک استفاده بشه. قبل گرم کردیم، حداقل نیم ساعت قبل گرمش کردیم توی فر برقی پندار 155 درجه سانتیگراد و فر گازی 165 درجه سانتیگراد گرمش میکنیم و حدود یک ساعت تا یک ساعت و ربع بستگی به نوع فر شما داره این کیک رو میپذیم و بعد میذاریم بگم پوری خنک بشه. حالا از کجا میفهمم که این پای ما کامل پخته؟ بعد از این زمان گفته شده یه سیخ چوبی داخل کیک اون وسط کیک فرو میکنیم و تمیز بیرون اومد پای ما پخته شده، وگرنه باید یه چند دقیقه دیگه هم زمان بدیم داخل فر تا کامل بپزه. البته ممکنه که فر شما از نوع خیلی خیلی خوب هم باشه یه ساعت زمان ببره و زمان پختتون کمتر بشه. از فری که در آوردیم حدود 10 دقیقه روی سینی توری قرارش میدیم با همون قالب یک کم خنک بشه و دور کیک رو با پالت یا هر وسیله ای که داریم آزادش میکنیم و روی سینی توری برمیگردونیم و حدود حداقل یک ساعت تا یک ساعت و نیم میذاریم تا کیک ما کامل خنک بشه و بعد روش پودر
قند علکش میکنی و استفاده میکنی و نوش جان میکنی. یه نکته اساسی توی تهیه این پای این هستش که تمام موادی که برای تهیه این پای استفاده میشه مثل تخم مرغ، کره و آرد و شکر حداقل نیم ساعت باید بذاره تو دمای محیط آشپزخونه تا به دمای محیط برسه و سرد نباید باشه. البته این قانونی که میگم برای تهیه اکثر کیک و پایا استفاده میشه، مگر اینکه تو دستور تهیه اون بگه که این مواد اولیه باید سرد باشه و تو یخچال باید قرار داده بشه. یعنی به طور مستقیم شما این مواد رو از یخچال درش بیارید و برای تهیه اون کیک یا پای استفاده بکنید.